سلام صد سلام دوستای عزیز، چی حال و چی احوال دارین؟ آرزومند هستم که با کانون گرم خانوادگیتان در این روزای زمستان یک زندگی پر تفاوت و همت و سر برین و بیننده برنامه ما باشین. دوستای عزیز، امروز باز میمان خانه هایتان شدم با یک نوع کچپ خانگی، کچپ که ما در خانه تیار میکنم، مگرم به سبک بازار تیار میکنم. شما بیننده باشین که امروز بر شما از کدام مواد کچپ تیار میکنم و مواد ازی دوست عزیز در آشپزخانه همه ما موجود است و شما بینده باشین که ما امروز برتان ای کچپ چی رقم آماده می سازم. بسیار آسان است دوستا، مگرم با نکات مهمه که داره شما میتونین یک کچپ خوبش آماده کنین، نوشجان کنین با فامیل یک جای. خب قبل از اینکه من برنامه رو شروع کنم از دم یک تشکری خاص میکنم از شما دوستایم که پشتوانه ما هستین، حمایتگر ما هستین، همیشه ما را حمایت کردین. از دیگه چیز به گفتن ندارم، فقط میخوام بگم که شکر است که شما را دارم و یک تشکری خاص و عمت خاص از دوستای ایرانی هم زبانای عزیزم که همیشه مرا حمایت کردن، همیشه برنامه ها را دیدن و تا آخر را دیدن و همیشه کامنت های مقبول کامنت های به من دادن که واقعا مرا روحیه دادن. خب یک گفتنی به دوستای ایرانی دارم، به هم زبانای عزیزم که معذرت مرا بپذیرید به خاطر که یگان کلمات فارسی و دری ما فراموشم میشه که ما در برنامه امو مواد غذایی را که ما به دری میگم به فارسی هم بگویم. خب بعد از این کوشش میکنم به خاطر که دوست ما گفته بودن که اگر امکان داشته باشه شما مواد به فارسی هم بگوین، ما کوشش میکنم که به فارسی هم براتون بگویم. اگر اشتباهاً فراموش ما شد شما لطفا در کامنت نشته کنین که باز ما در کامنت نام از مواد غذایی را براتون نشته کنم. خب بریم که بریم دوستا ببینین که ما امروز کچپ براتون آماده میکنم و باید براتون یادآور شم که این کچپ دوستا چیزی که در کچپ بسیار مهم است، بسیار ضروری است، مرچ سرخ است. این مرچ سرخ اشد ضرورت است برای از این کچپ که باید داشته باشین و اگر این مرچ سرخ نداشتین نیزایم باز ما ویدیو را تا پایان برنامه ببینین، اما تو ستپ به ستپ در بین ویدیو باز ما براتون میگم که اگر این مرچ سرخ نداشتین در بین کچپتان چی اضافه کنین تا اما تو یک کچپ فرمایشی و مزدار تیار بسازید. مسئله اولش مرچ سرخ بود. مسئله دومش دیگ، تخمپزی، کرایی یا به گفته دوستای همزبانای عزیز ما قابلمه، هر چیزی را که در دسترس دارین یک کمک دیگ باید کلانتر باشه و خصوصا از المونیوم باشه که من در خانه از این کرایی دارم، از این استفاده میکنم. شما هم کوشش کنین که امی رقم یک چیز در دسترس داشته باشین که ازش استفاده کنین. خب بریم که بریم ما برنامه رو شروع کنم که ببینین مدعی ویدیو براتون تیار میکنم. خب دوستای عزیز، در قدم اول ما باید اول گاز روشن بسازم و بعد از اون مواد براتون به معرفی میکنم. مواد ضروری که چپ عبارت از بادمجان رومی یا گوجه فرنگی که ما تمام از اینا را شستیم و مرچ سرخ یا فلفل سرخ، بوره. اندازهش دوستای عزیز باز وقتی که من دیگ اضافه میکردم یا در قابلمه اضافه میکردم براتون میگم، بوره یا شکر و نمک، این هم نمک است. ما گاز روشن کردیم دوستا. در قدم اول من میخوایم که تمام بادمجان های رومی را بخواهش از پیش شوهر دارم و بادمجان رومی ها را میده کنم و در دیگ اضافه کنم. مهم نیست کلان کلان میده کنین، مقصد توته شوه از خاطر که آماده شد. خب دوستای عزیز، ما بانجان رومی را به اندازه میده کردیم. البته باید یادآور شما که من 2 کیلو بانجان رومی دارم، تمام از این رومی را میده کنیم. یارا امش دوستا میده میکنم. ببینین که مرچ اگر تون باشه خب کم پردین، اگر نه که مرچ تون نبود این مرچ تون دست عزیزم، من 6 دانه یا 5 دانه از این مرچ در بینش اضافه میکنم. تمام مرچ ها را از این فقط این بیخ سبزش پس میکنین، چوبکایش
دیگه میمانه نشن. ایده هم به این شکل توته میکنم و بالای بادمجان رومی اضافهش میکنم. خب از مرچ هم میده شد، ایده هم اضافه میکنم با بالای رومی و دیگه خوب شور میتونم. دیگه ای چیز در بینش ننداختیم ایزا، فقط بادمجان رومی یا گوجه فرنگی است امرای مرچ سرخ یا فلفل سرخ. خب مدت 10 دقیقه سر قابل واره یا دیگه میبندیم، بعد از 10 دقیقه ایزایی ما شماره میدیم. خب دوست عزیز، تا 10 دقیقه ما ایده در سر گاز میمانیم در جریان جوش خوردن از بادمجان رومی. چند دفعه اول از ایره میبگیریم و ایره به ایره قم شور میتیم. ببینید دوستا، با وجود از اینکه ما در ای آب اضافه نکردیم، بس از عزیزه ما در بینش آب اضافه میکنن. اگه او را قم پخته کنین باز بسیار زمان گیر میشه. ما با وجود از اینکه آب اضافه نکردیم، اینقدر آب از خود جدا کده بادمجانای رومی و من گاز خاموش میکنم. دیگه هیچ چیز در بینش اضافه نکردیم، ایره میمانم دوستا تا یک چند دقیقه سر. خب دوستا عزیز، بادمجان رومی و مرچ ما سر شده. در خانه هر وسیله که داشتین، اگر جالی داشتین، اگر جالی تکایی داشتین استفاده کردین. خب من از این جالی دارم در خانه. وقتی که بادمجان رومی و مرچ در بین از انداختین، آستا آستا که یک قاشق ایره قم صاف میکنین دوستا، که خود لواب رومی و مرچ یا گوجه فرنگی و فلفل پایان بره و چی پوستش و تخم بادمجان رومی و تخم مرچ بانه بالا. من تمامش دوستا به می رقم صاف میکنم، شما دیگه بیننده باشین. خب دوستای عزیز، من از امون اندازه بادمجان رومی، اندازه کچپ به دست آوردم، بادمجان رومی و مرچ که بود و به اینی اندازه هم از زن من تفاله شد جدا ساختیم و به دست. خب از زن دل من تفاله بادمجان رومی و مرچ از هم جدا ساختم، به اینی اندازه لوب به دست آمد. حالا من پس گاز روشن میکنم و ایره در داخل باشین که در داخل امو دیگ یا قابلمه که پیشترک ما نرم ساخته بودمش، در داخل از امو ما چی میکنم؟ پس ایره میندازم و ای تفالش دور میندازیم. تا عزیز، نکات مهم داره ای کچپ جور کردن که باید خوب برش دقت کنین. خب هر آشپزی، هر کار یک خصوصیات خود یا یک باریکی خود داره. خب ای کچپ جور کردن همچنان، اول خب باید دیگ المونیوی باشه به خاطر از اینکه رنگ ازی خوبش میایه. دوم دوستا باشین که میره اضافه کنم. خب دومی که دوستا، وقتی که بادمجان رومی و مرچه نرم میسازین، آب اضافه نمیکنین، رنگش خراب میسازه. و نمک در مو وقتی که بادمجان رومی و مرچ نرم میسازین مدت 10 دقیقه یک تفتک میتین، در وقت نمک اضافه نمیکنین دوستا. ما شما زنها خو عادت داریم وقتی که دیگ کنیم نمک زود اضافه میکنین در دیگ، به خاطر که بادمجان رومی و پیاز چه زود بشانن و دیگ زود لواب شود. نه دوستا، در کچپ این رقم نمیکنین. در کچپ اول میمونین که خوب نرم شوه و صافه که تیرش کردین، وقتی که یک سر جوش خورد، بعد از او نمک خودم ما اضافه میکنیم. حالا منتظر میباشیم عزیزم که یک سر جوش بخوره، دیگه باز نمک هم اضافه میکنم و بورا هم اضافه میکنم در بینش. مقدارش هم براتون میگم که چقدر اضافه. خب دوستای عزیز، قسمی که میبینین ما کچپ در دیگ اضافه کردم. آل نوبت ازی است، یک دو سر جوش خورد، نوبت ازی است که من باید نمک بالش اضافه کنم. دوست عزیز، دو قاشق غذاخوری نمک است، این اضافه میکنم. یک دو سر شور میتمش. ببینید دوستا، لوابش باید به این شکل باشه و ای هم 250 گرم
بوره است یا یک گلاس بوره بگیرین. او هم به انتخاب با شماست عزیزان. مرچش ها به چی انداز اضافه میکنین؟ مرتا نمک و بوره و یش باید به می اندازه باشه. خب عزیزان مهیره تا وقت جوش میتم که بفهمم که کچپ ما آماده است و شما بیننده برنامه باشین که ما باز در بین از اینکه کچپ جوش میخوره و براتون نشون میدم که چی رقمی ما امتحان کنیم که کچپ ما آماده شده یا نشده. 20 دقیقه میمونیم که تا خوب جوش بخوره. 20 دقیقه بعد باز اولش میگیریم که کچپ ما آماده است یا نه. دوستای عزیز قسمی که میبینین کچپ ما آهسته آهسته رو با آماده شدن است و ما ایره چند بار شور دادیم دوستا. ایره خوب شور میتین و این قسمت هایی که در چهار طرف دیگ چسبیده این کچپ ها را همش جمع میکنین عزیزم در داخل خود دیگ میارین. خوب یعنی شور میتین. میبینین که دو طرفش کچپ غلیظ است و در وسط کچپ آب داره. دوستا حالا ما میخواییم یک دفعه امتحان کنم ببینم که کچپ ما آماده است یا نه. یک ظرف میگیریم و یک کمک کچپ در این ظرف اضافه میکنم. خب عزیزم این کچپ وقتی که اضافه کردم اگر این کچپ دوستا زود پایان آمد از ظرف و از خود آب جدا کرد طور کمی حالا میبینین از خود آب جدا کرد این کچپ ما آماده نیست. اگر نه که این رقم آب جدا نکرد شما خوب یک دفعه ببینین دوستا این قسمته کچپ ما آماده است. ببینین وقتی که من کمک قاب کج میکنم ببینین از کچپ آب جدا شد و کچپ زود پایان میه. ببینین عزیزم ای به ایمان است که کچپ ما هنوزه هم آماده نیست. یک 5-10 دقیقه دیگه هم میمانیمش که خوب جوش بخوره. دوست عزیز باید یادآور شوم که من وقتی که گفتم 20 دقیقه میمانیم که بجوشه نظر به گازتان است. اگر گازتان تیز باشه خب 20 دقیقه جوش بتینش باز چکش کنین باز ببینین اگه آماده نبود باز سرگاز بانین تا که آماده شد. خب از این میره باز هم سرگاز ماندیم و مرحله دومش باز بر شما منشان میتم که کچپ آماده است نیست. شما بیننده باشید قسمی که میبینین کچپ ما با آماده است. ببینین دوستا یکی خب در قاب که میندازین میفهمین که ای پخته شده و دیگه از چی میفهمین دوستا وقتی که ای پخته شده الواوار خودش از دیگ جدا میکنه. خود ببینین دوستا وقتی که ای شور میتم خودش از دیگ جدا میشه و این مرحلهش بسیار یک مرحله خطرناک هم است دوستا به خاطر که میپره خود کچپ. بسیار محتاط باشین احتیاط کنین. ببینین دوستا وقتی که من ایره شور میتم ای خودش از دیگ جدا میشه. از این هم شما میفهمین عزیزم که کچپتان تیار است و پخته است و حالا چکش میکنیم در قاب. خب دوست عزیز باز هم من قاب به دستم گرفتم و میخوایم که باز چکش کنم که کچپ ما آماده است یعنی. دوستا قسمت میبینین هیچ آب از خود جدا نکده. ببینین در نزدیک کامره و وقتی که من قاب کج میگیرم بسیار به آهستگی پایان میایه ای کچپ. ای به ایمان است که کچپ ما آماده شده و من میخوایم یاره در مرتبان پرتم و دوستا باید نگفته نمانم که وقتی که ای سرد شود دیگه هم خدا محکم میسازه سخت میسازه غلیظ میسازه. خدا من ای رو میپرتم و طریقی انداختن نشه در مرتبان هم به شما نشه. خب دوستا عزیز کچپ ما تیار است و ما هم مرتبان ها رو برش تیار کردیم و امو طریقی انداختن نشه حتی در مرتبان خورد که دهن مرتبان خورد هم باشه میتونین که یک وسیله برای جور کنین و میتونین اضافه کنین. خب ما چی رقم وسیله برای جور کردیم؟ من از این قیفای آشپزخانه به چند سایز داشتم که یک قیفاست و ما یک سایز از این گرفتم. از این قسمت بدان هر مرتبان یا هر بوتل با عره را برش دادم. به این طریقه شما میتونین دوستا بسیار با آسانی کچپتان یا مربا را چکر را میتونین که در مرتبان پرتین و نوشجان کنین یا ارده را. خب از این من بسم الله گفته چی میکنم؟ شروع میکنم به انداختنش در داخل مرتبان. شما بیننده باشین.
خب دوستا ببینید که چقدر با آسانی در داخل مرتبان انداخته میشه. خب دوستا ببینید که من کچپ آماده ساختم و در دو مرتبان داغ آمد دوستا انداختمش. نگه یکمه که چپس به خاطر سودش جان و مصیب جان آماده کردیم که یا یک دفعه چک کنن ببینن که آیا اطفال ها میتونن خورده یا نی. خب کمک در کاسه برشان هم گرفتیم و شما سلامتی دارین؟ سلام دوستای عزیز، آرزومند هستم که صحت کامل داشته باشین. با ویدیو جدید ما خوش آمدید. سلام دوستای عزیز، آرزومند هستم صحت کامل داشته باشین. با ویدیو جدید ما خوش آمدید. خب دوستا ما چپس کردیم به خاطر صدای جان و مصیب جان. دقیق میگیرین یا متو میگیرین؟ طبیعی نمتو میگیرین. خوشم نیزه بگشیدم برش کنم. آلی یک دفعه چپ کنیم بیا صدای مصیب جان تون پیش بیا بچیم. بگیرین که چپ یک دانه بخورین. ببینین که مزیش چطور آمده. و به دوستا بگوین که مزیش چطور آمده. آیا اطفال خورده میتونن یا نی؟ مزدارست. به دوستا بگو که دیگه مزه داره. دوستا عزیز مزه داره است. اطفال تا خورده میتونن. باشین دوستا من ببینم مرچ چطور است. دوستا زیاد مزه داره است. من صفت نمی کنم. دوستا عزیز واقعا که خوبش آمده. بدون از اینکه دبنش روغن یا سرکه هیچ چیز دیگه دوستا دبنش نپرتین. ببینین این چقدر خوش رنگ و خوش قوارا آمده. خب دوستا عزیز منتظر باشین که امروز نگفتیم که از کدام نوع مرچ دیگه استفاده کنین که کچپتون خوبش بیه. خب دوستای عزیز قبل از اینکه ما خداحافظی کنم براتون میگم که وقتی که مرچ سرخ نداشتین از چی استفاده کنین. این دوستا در بین دو مرتبان براتون موندیم. میتونین که از مرچ که خشک باشه، مرچ سرخ که خشک باشه از او استفاده کنین، یا به زبان فارسی براتون بگویم از فلفل خشک سرخ خشک استفاده کنین. خب عزیزم بازم براتون یادآور میشم که من به حمایتتان ضرورت دارم. لطفا چینل لایک کنین، ویدیوها را تا آخرش سعی کنین، ویدیوها را شیر کنین. به شیر کردن ویدیوها سختی نکنین دوست عزیز. کسایی که ویدیوهای من را میبینن لطفا چینل را سابسکرایب کنین و تکمه زنگوله را فشار بدین تا بیننده برنامه های آینده ما باشین دوست عزیز. بازم میگم شکر است که شما را دارم. تا برنامه بعد، تا ولاگ بعد، تا آشپزی بعد، شما را به او خداوند بی نیاز مسپارم که مالک هر دو جهان است. خدا حافظ. ایام به کامتان. او مزه داری؟ مزه دار است؟ ولی بخورین نوش جان کنین.